به نام خداوند و عرض سلام به برنامه پس از خبر آریانا نیوز با من احمد زبیر بیبزاده خوش آمدید. در این برنامه روی اظهارات رئیس جمهور غنین که راهبرد امریکا در قبال افغانستان را مثبت ارزیابی کرده گفت و شنود خواهیم داشت با جناب اسدالله وحیدی استاد دانشگاه و همچنان رحمت الله بیژنپور آگاه امور سیاسی. خیلی خوش آمدین به بحث امروز آریانا نیوز. میشه بگوین که آیا واقعا راهبرد امریکا در قبال افغانستان مثبت است؟ عرض سلام در خدمت شما مهمان عزیز جناب استاد و بینندگان. طبیعی است که افغانستان چاره دیگری جز تایید اقدامات حامیان بین‌المللی برای خودش نداره، به دلایل اینکه چون سطح نظام برای اطمینان دادن مردم در افغانستان بسیار ضعیف و در واقع در یک مرتبه پایین تر قرار داره، بنابراین رئیس جمهور به دلایل مشکلاتی که در مدیریت دولتی وجود داره، مشکلاتی که در حاکمیت به طور کل است، مشکلاتی که در ثبات و ناامنی است، ناچار است که خارجی ها را و مخصوصا امریکایی ها را به یک نحوی به اصلاح رضایتشون حاصل بکنه و بعد بگه که هرچی اینا به عنوان راهکار در افغانستان انجام میدن درست است، در حالی که نتایج معلوم است و اتفاقا به تکیه بر تجارب میتواندید که یا تکیه بر مشاهدات میتواندید که امریکایی ها از آغاز آمدن در افغانستان سرچپ راه میرن، در واقع هیچ جایی برای دولت سازی، برای ثبات، برای امنیت و صلح در افغانستان کار نمیکنند. تشکر جناب وحیدی. از شما میپرسم، اظهارات رئیس جمهور درست زمان مطرح میشه که جان مکین میگه که امریکا هیچ راهبرد در افغانستان نداره، این واقعا رئیس جمهور خواست با این اظهاراتش چی را ثابت بسازه؟ دلیل خدای پناه ما زم پیل کتاب است در نوستاد تا تلویزیون کتون کت سلام و در نوای برندی کم زه فکر کوم چې دا یو ډول پیسلار خوش خدمتۍ ده چې امریکایانو ته یې کوي. تر اوسه پورې اول د تګلارې په اړه معلومات نشته پوره، خپل امریکایان په دې اړه نه پوهېږي. د جان مکین په شان یو قوي او پیاوړی سناتور نه پوهېږي چې امریکایان په افغانستان کې څه تګلاره لري یا ټرمپ د افغانستان لپاره څه تګلاره لري، مګر په کابل کې چارواکي پرته له دې چې معلومات ولري یوازې هرکلی کوي. دلته چارواکي چې دي دوی د لکه چې استاد وویل د دوی وظیفه دا نه ده چې د افغانستان په تړاو د ستراتیژۍ یا تګلارې په اړه بحث وکړي یا په دې اړه خپل نظر ورکړي یا په دې اړه پیسله دوی په تصامیمو کې شریک شي یا لږ تر لږه د دوی نظر واورېدل شي. د دوی کار دا دی چې امریکایان هر تصمیم نیسي، هر ګام اخلي، هر ډول پرېکړه کوي، دوی باید هرکلی وکړي. ښه، څه چې تر اوسه یې تګلارې په اړه روښانه دي هغه ډېر بد اړخ دی، له بده مرغه روښانه بحث دا دی چې افغانستان ته نور سرتیري راځي. روخانه باسته ده چې د اوس عملا جنگی ټانګونه کراچۍ بندر ته پرون رسیدلی او د افغانستان ته راځي. څه چې روخانه دلته په جګړه تمرکز کوي، رول د دې په ځای چې سیاسون ولوبوي، سیاسي جوړجاړی راشي، دفاع وزارت ته رول ورکول کېږي. شما فکر نمیکنین که این چیزها را ذکر میکنین اینا خودش نماینده ازی باشه که راهبرد مثبت در پیش روی از بر افغانستان؟ دا مثبت نه دی په افغانستان کې، د امریکایي ځواکونو حضور مثبت نه دی په افغانستان کې، په جګړه چنګار دا د افغانستان لپاره مثبت رول نه دی. دا په افغانستان کې د مثبت څه سبب نشي کېدی. هر امریکایي سرتیری چې دلته راځي د وحشت او جګړې د اودېدو سبب کېږي. د دې پر ځای چې په کوم سیاسي حل باندې پاس وشي، ټول کار دا دی چې څنګه دلته جګړه غځول کېدلی شي، څنګه دلته نور سرتیري رالیږل کېدلی شي. کله چې تمرکز پر جګړه او په نور سرتیري وي، نو بیا د خوالي باس چیرته دی؟ دویمه مسله چې زه دلته یاده کم، نن د نیویورک ټایمز خبر دی، تاسو یې کتلی شئ، هغه وایي چې د امریکا دوه مهم سلاکاران په دې کار کوي چې افغانستان ته قراردادي جنګیالي راولیږي، یعنی غیر رسمي جنګیالي، د ډاین کورپس او بلک واټر په چوکاټ کې. نو معنا یې دا ده چې کله قراردادي جنګیالي رالیږي، تاسو د بلک واټر تاریخ ګورئ، عراق کې ګورئ، افغانستان کې ګورئ، په د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې ګورئ چې بلک واټر د جنایت معادل نوم دی، د هغو نه وروسته به ډاین کورپس. دا ټول د دې لپاره کېږي چې افغانستان کې جګړه زیاته شي، وحشت زیات شي، جنایت زیات شي. که افغانستان کې د جګړې د ګټلو یا افغانستان کې د امن ثبات بس وي، نو خو بیا سیاسي لاره ده. بیا هغه خبرې دي چې خلک یې په کابل کې کوي چې زما په کلي کې جګړه، په ولایتونو کې جګړه، په ښارونو کې جګړه، دا حل نه دی. حل دا دی چې یا په اصلي ځایونو تمرکز وشي، چیرته چې د وسلوال اصلي پټنځایونه دي، یا حل دا دی چې سیاسي خبرې اترې وشي چې د افغانستان ستونزه حل شي. په دې اساس اشرف غني د دې په ځای چې د افغانستان د خلکو د امنیت او خوندیتوب په اړه فکر وکړي، د امریکایانو د ګټو په اړه فکر کوي، د امریکایانو د رضایت په اړه فکر کوي. جناب بیژنپور، اگر واقعا افغانستان بیشتر به منافع امریکا فکر بکنه و امریکا هم در اینجا بیاید
آنچه را که استاد اشاره کردن که سربازایی که قراردادی هستن بر افغانستان بفرسته، فکر میکنین که افغانستان چه یک راهبرد را در قبال این راهبرد که تازه در اون را رئیس جمهور میگه مثبت است به پیش بگیره تا بتونه افغانستان را به صلح برسونه؟ یکی از تبصره‌ها خوی است، من فرمایشات استاد تایید میکنم که یک فرمایشات این بود که آقای ترامپ اون ذوق تجارتی که داره و بیشتر در حوزه های خصوصی عمل میکنه برای بعضی از شرکت ها اعلام کرد که اونا میتونن قرارداد کنن جنگ افغانستان رو و بعد بیان هر طوری که سرمایه گذاری میکنن در رابطه مسئله افغانستان اقدام کنن. معناش این بوده که خب دولت ایالات متحده آمریکا بر پایه اونمون شرکت ها و مجمع شرکت ها عمل میکنه، بنابراین نهاد ها و شخصیت های اقتصادی تأثیرات مهم میدارن مخصوصا برای آقای ترامپ. از این نظر معلوم میشه که افغانستان خودش هیچ چاشنی برای مسئله تغییر در افغانستان بر روی کرده ها و عمل کرده های دولت و سیاست گذاری و پالیسی نداره. از این نظر متاسفانه آقای رئیس جمهور به اصطلاح بحث عبث میکنه، یعنی به این مفهوم که آب در هاون میکوبه و همیشه بحث های اساسی جای دیگری است، روی کار دیگری درگیر میشه، گاهی با آقای استاد عطا درگیر است، گاهی با آقای احمد ضیا درگیر است، گاهی با آقای استاد محقق درگیر است، گاهی با اساتید دیگر. خلاصه یک دولتی است که در درون خودش هزار تا و اصطلاح سنبه و سوراخ داره. بنابراین تایید آمریکایی ها ای به مفهوم این نیست که یک رئیس جمهور خوب از سر التفات آمده و نقش آمریکایی ها را در افغانستان تایید میکنه. مردم نقش آمریکایی ها را اگر سازماندهی میشد و اگر سمت سوی دقیق داده میشد برای حل منازعات داخلی و برای حل مشکلات امنیت و ثبات استقبال میکردند. اما به فرمایش استاد آمریکایی ها به موزل بدل شدند، در واقع حتی جناح روشن فکران. شما خیر فکر میکنین رای حل یا بدیل برای آمریکا در افغانستان چه خواهد بود؟ تغییر دولت بسیار راحت. تغییر دولت وضعیت فعلا سازگار برزی باشه که دولت تغییر بکنه. شرایط باید سازگار شوه. این شرایط سازگار نیست در حال حاضر. ولی این حکومت را هم کم و بیش آمریکا یک به نحو طراحی کرد تا از این بحران جلوگیری شوه. فکر میکنین اگر تغییر دولت به وجود بیاید یک بحران دیگه؟ آمریکایی‌ها همیشه با انتخاب دولت ضعیف و با حمایت غیر مردمی از چنین نظام‌ها می‌خواهند وضع شکننده باشه، چون پروژه بحران است. از این نظر آمریکا طرفدار ساختن دولت ملت در افغانستان و رسیدن به ثبات و ایجاد دولتی و دولتی ملی نیست. ما مشکلاتی موجود نمی‌بینیم. کسی برای تظاهرات قربانی میشه، کسی برای اعتصاب قربانی میشه، کسی برای دادخواهی قربانی میشه، کسی در برابر یک ستمگری و یک استبداد توتالیتاریسم وحشتناک قرار داریم. از این نظر من به عنوان یک کسی که در این تیم و در این وضعیت بودم اعلام میکنم که وضع کنونی فرصت برای تغییر است و اونایی که به اصطلاح جان سختی میکنن در برابر واقعیت ها ناچار میشن که واقعیت از زبان از حنجره دیگری بشنوند. جناب وحیدی، آنچه را که جان مکین اشاره کرد که امریکا فعلا در حال باخت است در افغانستان، آیا راه برده که هنوز شکل نگرفته و تا چند روز آینده بر افغانستان از سوی امریکا تدوین خواهد شد، او میتونه که این باخت امریکا را در افغانستان به برد تبدیل بکنه؟ زه فکر کوم یو خود دوی پلان دی. د پلان لمخې باید افغانستان کې جګړه دوام وکړي، یعنی پروګرام چې دی یا پلان چې دی دا چې باید جګړه دوام وکړي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې منځنۍ آسیا ته، د دې لپاره چې چین ته، او د دې لپاره چې روسیې ته سرخوږی پیدا کړي او نامنی انتقال کړي. د داعش د بس نه واخله تر د جګړې تر دوام پورې ټول دغه ستراتیژۍ یا د دغه تګلارې بیلابیلې کړی دي چې امریکانې کاروي د خپلو اهدافو لپاره. نو افغانستان کې د امریکانو تګلاره چې ده جنګ دی، مګر یو شی اوس فرق کوي. په 2001 کال کې کرچ پر افغانستان برید کېدلو تقریبا د نړۍ ټول دولتونه په یو خلو هیڅ مخالفت نه کولو، حتی ایران چې د امریکانو سره د مخالفت ټټر وهي، هغوی هم خپل هوایي اریم امریکانو ته ورکړ چې افغانستان کې بمونه وغورځوي، دلته خلک ووژني. مګر 2012 کې ډېر شیان متفاوت دي. په 2012 کال کې ایران مخالف دی د امریکانو، روسیه مخالفه ده، چین مخالف دی، د منځنۍ آسیا هیوادونه مخالف دي، پاکستان خو هغسې له وړاندې په یوه جبهه کې لوېدلی دی. په دې اساس امریکایان په دغسې یو جغرافیا کې معامله کوي چې هغه محاصره ده، کلا بنده ده، شاوخوا هیوادونه چې دي هغه د امریکانو په اهداف پوه شوي. وس د افغانستان بس ډیر د افغانستان داخلي بس نه دی. روسان ډیر واضح وی چې د افغانستان خاورز موږ پر ضد کارول کیږي. چینان که څه هم یو څه محتاط، حکومت افغانستان رد کړي، چینان یو څه محتاط دي، ایرانیان په ډیر شدت سره دا خبره کوي چې د افغانستان خاورز موږ پر ضد کارول کیږي. په دې اساس هغوی هم لاسترزنې نه دي ناس. همدا اوس روسانو د طالبان اړیکې شته، روسي وسلې طالبانو ته راځي، چینایان یو ډول په سیاسي لحاظ طالبانو سره ژورې اړیکې لري، په ایران کې د طالبانو دفترونه شته، ایران طالبانو ته وسلې ورکوي، تجهیزات ورکوي.
یو ډول د افغانستان باس شدی د تنه د افغانستان داخلي باس نه دی د سیمه لپاره دی په دې خطر امریکایانو وایي چې زموږ نوې تګلارې چې د سیمه پکې را داخليږي د هند باس شته پکې د پاکستان باس شته پکې په خبرو کې د چین د راګډولو باس ته د ټولو غو مسایل دي چې دغه تګلارې پر اساس په افغانستان کې او په سیمه کې د امریکایانو راهبرد جدید که امریکا در پیش گرفته بر افغانستان به سود افغانستان نیست د افغانستان په ګټه خو په هیڅ صورت نه ده ځکه د موږ لپاره پاتې څه ده زموږ لپاره چې څه نتیجه لري هغه د جګړې دوام دی زموږ لپاره فیصله هماغه د سوځېدلې ځمکې یا زمینې سخته باس دی چې افغانستان به په یوه سوځېدلې ځمکه باندې بدلېږي او دلته به امریکایان لوبه کوي تر څو خپل اهدافو ته ورسېږي. خوی بیژنپور، آنچه را که جناب استاد اشاره کردن بهش، بیشتر کشورهای همسایه برای گروه های مخالف در افغانستان تجهیز میفرستن یا هم اونا را حمایت میکنن، ولی اگر امریکا راهبرد جنگی را در پیش نگیره پس سرنوشت افغانستان چی خواهد شد؟ ببینید زمان نمیتونه برای محک زدن در یک تجربه تمام دوران خودش قربانی کنه. ما 15 سال است که تجربیات متوجه هستیم که امریکایی ها در همان حرکت دورانی میگردن و 6 نفر ابراز رأی میکنند، 6 شخصیت امریکایی. یکی می از بی‌ثباتی سخن میگه، دومی می از امیدها برای جنگ سخن میگه، سومی برای فتح به اصطلاح عوامل نشان میده، چهارمی باز بحرانی نشان میده، پنجمی میگه که ما تصمیم گرفتیم که نیروی دیگری بیاریم. آقای بحث واقعا بچگانه است، خیلی مضحک است. این ضعف در کجا بوده که ضعف در سطح ملی نظام است، سطح ملی نظام وابسته است، سطح ملی نظام تحت تأثیر مستقیم این آقایون قرار داره، امریکایی ها. و از این نظر امریکایی ها نمیخواهند دولت سازی بکنند. مردمی تشنه ای که منتظر فریاد هستن برای بسیج، دولت به اونا توجه نمیکنه، دولت به ساختارهای اجتماعی توجه نمیکنه، دولت به شخصیت ها توجه نمیکنه، دولت به اقوام توجه نمیکنه، دولت به ساختارهای آینی و اعتقادی توجه نمیکنه. دولت اکثرا در چنگ یک گروهی که احساس میکنه تمام عمر خواهند بود. فرداها مردم دادخواهی خواهند کرد و امریکا و بریتانیا را اخراجش اعلام خواهند کرد. بنابراین دولت باید توجه بکنه که استحکام سطح ملی نظام واجب است در افغانستان. برای این باید کار صورت بگیره. برنامه ای برای استحکام نظام صورت گرفته چیست؟ در سطح سکتور دفاعی ما نیروهای ما به اصطلاح هر روز مرش روان میکنیم به جبهه و باز در کارتن ها پس میاریم و دفن خاک میکنیم، به هیچ استراتژی دکترین طرح و سازنامه برای جنگ در افغانستان. جنگ واقعی است، دشمنان افغانستان را معرفی کردن تا با دشمنان رو در رو مردم بجنگن، انگیزه را از مردم گرفتن، خود در پشت دیوارهای سنگی پنهان کردن و بعد با یک توتالیتاریسم بر روی مردم به اصطلاح لعن میفرستن. این که نظامداری نیست، یکی درست نیست و حتی آقایون توجه نمیکنن که دارن همانند مستبدین قدیم و امپراتورهای گذشته عمل میکنن. این خود درست نیست. جامعه است که مردم آمدن برای اینکه دولت سازی کنن تا حداقل مشکلات حل بشه. ما به اصطلاح 40 کشور پشت سرمون داریم، برنامه نداریم که کمک ها و مساعدت های اونا را راه ببریم، یک نحوی بچلانیم. ما متاسفانه هر روز درگیر یک سری معضله های امنیتی هستیم، یک سر امنیتی. نظام خود در ناامن کردن متاسفانه شریک است، به خاطر اینکه مدل امنیت سازی را معرفی کرده نمیتونه، یا استعداد نداره یا توان نداره یا به اصطلاح استقلال نداره. امروز رئیس جمهور سر یک موضوع دیگه همان چرا که استادم سرش اشاره کردن، این بود که تلفات نظامیان خیلی هم پایین آمده و از سوی هم سیگر گفته که در دو ماه نخست تلفات نظامیان تکان دهنده است. در این موقعیت فکر میکنین که راهبرد جنگی آیا میتونه برای اینکه نیروهای امنیتی افغانستان سرپای خود بیستن تاثیرگذار خواهد بود یا اینکه تلفات بیشتر خواهد شد؟ نمره خو یو بس ډیر وزیش افغانستان که کوم جنگ چې روان دی د مشروعیت نه لري، د دیوارخ نه مشروعیت نه لري. یعنی په وضعیت که زه وایم چې طالبا، گروه داعش و سایر شورشی ها در افغانستان می جنگند، چگونه بگویم که مشروعیت جنگی مگر د دې خوانم ګلان نه پرشندل کیږي په طالبانو؟ یعنی دا بس وضعیت دی تزیه هوی سر جنگ که غیتا سر جنگ کنید. اما شورای صلح همیشه اونان را فرا خوانده برای ای که بیاین صلح بکنن. نو صلح و حکمتیار سرم وکرده سیده. حکمتیار سر پسوله که باسته و چه امریکان با افغانستان سخه وزیده و استراتژی لمخه. مگر امریکان برعکس را روان دی. دا دی صلح باس نده، صلح خودیتا نویی. تا حکمتیار سر دی صلح چیر تا ملی کرده چه تا راغله بیا طالبان سر دی صلح باس کبی. زن نو ایم چه دلتا یعنی دی طالبان دی طرف داره باس نشی. دی طالبان و لارخ جگره پا هیچ دول مشروعیت نلری. دا د امریکانو پر ضد جګړه نه ده، دا د افغانانو پر ضد جګړه ده. په دې جګړه کې امریکا نه افغانان وژل کیږي، یعنی چې دا بس ډېر زیات وزي شي.
په دې اساس دلته چې کوم جنگ روان دی د جنگ د مشروعیت بحث دی. په جنگ چې څومره موږ تمرکز کوو ګټه نه لري. همدا اوس د افغانستان په زندانونو کې 24,000 طالبان بندیان دي. د افغانستان ستونزه حل شوې؟ هر ورځ تاسو وګورئ، هر هفته کې د دفاع وزارت خبري کنفرانس وګورئ، د کورنیو چارو وزارت په سلګونو په زرګونو طالبانو د وژلو رپورټ ورکوي، مګر طالب خلاصېږي؟ شو ختم شو. پس رای حل در چی میبینه؟ او افغانستان د امریکایانو د ګټو لپاره په یوه جګړه بدل شوی. اساسي مشکل چې دی افغانستان کې، دا د امریکایانو د اهداف دي. اساسي مشکل چې افغانستان کې د امریکایانو اهداف دي، په دې اساس موږ باید له امریکایانو سره ډېر واضح او روښانه فیصله دریز ولرو. امریکان څه کوي افغانستان کې؟ د څه لپاره راغلي او هدف یې څه دی؟ اوس د پاکستان بحث هم شته له شک پرته، مګر اصلي هدف چې دی د امریکایانو دی. امریکایان په افغانستان کې دایمي پوځي اډې لري، د افغانستان خاورې سیمې ته د رسېدو لپاره کاروي. موږ د پردۍ نیابتي جګړې ډګر یو، تر څو چې د امریکایانو سره بحث وځي نه کړو. زه تاته دا وایم، د هغه وخت چې بي پیلوټ الوتکو نوي بریدونه پیلول، د کوټې شورا هم په بلوچستان کې وه، شمسي هوایي اډه چې افغانستان کې بریدونه ترې کېدل، د امریکایانو هم په کوټه کې وه. همدا اوس د ناټو اکمالات هم د پاکستان له خاورې راځي، د امریکا اکمالات هم د پاکستان له خاورې راځي، طالب هم د پاکستان له خاورې راځي. څنګه امکان لري؟ دا یو ډرامه ده، یو پلان شوې لوبه ده. اصلي هدف دا دی چې باید دلته جګړه دوام وکړي، وحشت دوام وکړي، او څه ډول افغانان یو په بل نامه، څوک د طالب په نامه، څوک د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې، د ملور د یا پولیس په نامه ووژل شي، نابود شي، دلته کونډې زیات شي، یتیمان زیات شي. دا جګړه پردی ده، موږ باید د جګړې پر ضد ودرېږو. یعنی زموږ اساسي کار څه دی؟ باید د جګړې پر ضد ودرېږو. څنګه کولی شو د سولې طرف ته راشو؟ څنګه کولی شو له دې هیواد نه د امریکایانو جناب بیژنپور، شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا ادامه جنگ امریکا در افغانستان نامشروع است؟ با توجه به اینکه مشاور خارجی نخست وزیر پاکستان گفته که طالبان در حال قدرتمند شدن هستند و میتونن تا یک مدت زمان طولانی در افغانستان بجنگن. ببینید، مشروعیت از مفیدیت بیشتر تأثیر میبره تا هر تعبیر دیگری. وقتی ما در 15 سال جنگ میبینیم نتیجه ای نیست، بلکه ما پیچیده تر میشیم و بعد این تار عنکبوتی بیشتر بیشتر نها را به حساب دست و پاشو میبنده و ما در سازوکارهای داخلی برای دولت سازی و نظام سازی و حکومت داری متاسفانه داریم ضعف نشان میدیم. این معناش است که اول توکل به آمریکایی‌ها در جنگ افغانستانی جنگ را به اصلاح و جنگ برنده تبدیل نمیکنه. دوم، نیروهای داخلی همین گونه به اصطلاح تحت حمایت های به اصطلاح کشدار و مریض که از سوی نهادهای استخباراتی صورت میگیره، همچنان در به ارفاق توجه نمی کنند و به اتحاد توجه نمی کنند. هر کدام برای کانال زدن به سمت حمایت ها و منافع محدود متاسفانه تلاش خواهند کرد. وقتی این دو تا علت اساسی نشان میدهد که آمپیر به اصطلاح اتحاد ملی در افغانستان بسیار خابیده است، حرکت نداره، خب طبیعی است که چاره برای این مسئله باید ساخته شود. آمریکایی ها گفتم اگر 1,000 سال دیگه با 1,000,000 سرباز در افغانستان باشند، برای تأمین امنیت نقش ندارند و برای تأمین امنیت اعتقاد ندارند. پس کی میتونه که در اینجا امنیت تأمین؟ چیزی به نام مردم افغانستان، یک مفهومی به نام مردم افغانستان. سم چیزی که آمریکایی ها میگه، سربازایی را که میفرسته برای نیروهای امنیتی افغانستان مشوره میده و اینا را تمویل و تجهیز میکنه تا اینا بتونن بر ضد شورشی ها بجنگن. ببینید، بسیاری از افسران، بسیاری از فرماندهان، بسیاری از آدمایی که عملا در جبهات جنگ هستند، اول از بی صلاحیتی گپ میزنند، دوم از بی امری گپ میزنند، به این مفهوم که هدایت نیست، فرمان نیست، و سوم از یک سلسله سیاست های عام گپ میزنند که گنگ است، مسئله مبهم است، ما نمیدانیم که با کی دشمن رو میبینیم. وقتی گزارش میدیم میگن شما توقف کنید، ما داریم میبینیم. خب آقا، شما دارین میبینین، پس شما با شما کار میکنه. خیلی توضیح بدیم که دوستای شماست که ما نزنیم، و اگر دشمنی ماست، ما خیلی انگیزه چیست؟ ببینید، سرباز با انگیزه و با به اصطلاح تأثیر گذاری از لحاظ روحی اعتقادی عمل میکنه. وقتی اینا نیستن، او برای چی عمل میکنه؟ برای اون 5,000 که قرارداد میکنه، 10,000 که به خاطر خانوادهش میگیره، مرگ پولی میگیرن. ببینن، ما باید درک بکنیم که هم سیاست های نظام در سطح داخلی دچار مشکل است، به خاطر این که سرگردان اختلاف است، و هم خارجی ها متاسفانه بسا آمگویی میکنن و هیچ مسئله را به صورت شاخص در رابطه مسئله امنیت و صلح به میدان نمیارن. نه خارجی ها با برنامه می جنگن در افغانستان که جنگ سرنوشت پیدا بکنه، نه داخلی ها این برنامه را دارن. وقتی دو تا جریان بدون برنامه در میدان هست، طبیعی است که وضعیت ناامن انکشاف خواهد یافت. وضعیت ناامن پیامدش همین است که در حال حاضر میبینیم. مگر این شوخی است
ما سال هاست بی نقشه به اصطلاح عوام بی خریطه فیر میکنیم. این در واقع ما نمیدونیم چی کار میکنیم. دوستان ما کیز، دشمنان ما کیز، با کی مواجه هستیم، با کی نیستیم. استاد درست میفرمایند که دولت باید مشخص کنه، موضع‌گیری خودش هم مشخص کنه. اصل در افغانستان دولت و مردم است. مردم دولت گزینش کردن به خاطر اینکه مشکلشان را به عنوان سازمان تامین اجتماعی حل بکنه. وقتی کار نمیکنه در حوزه سیاست دچار مشکل، در حوزه اقتصاد کاملا لغو، در حوزه های دیگر دچار اشکال. پس این کاندیدا تا چند روز دیگر راهبرد خود در قبال افغانستان بر ما ارائه خواهد کرد. شما فکر میکنین چه موضوعات باید در او گنجانده شود تا ما بتونیم به صلح برسیم؟ من 10 سال دیگه اطمینانتان میتونم که راهبردی از سوی آمریکا برای افغانستان اعلام نخواهد شد. فقط یک سلسله توضیحات بیهوده و بی هدف اتفاقا به عنوان یک برخورد استخباراتی مطرح خواهد شد تا سیاسیون در حاشیه او، مطبوعات در حاشیه او و مردم در حاشیه او منتظر بمانند. مردم اصلا واقعا به جان رسیدن از انتظار بی منتظر و این واسه دشمن. اگر آنچه که آقای بیژنپور میگه راهبرد از سوی آمریکا بر افغانستان ارائه نشه، فکر نمیکنین خود آمریکا هم در این حوزه با شکست مواجه میشه؟ که ده هغوی تګلاره واضح ده، د جګړې دوام دی. یعنی هر څه چې کیږي په جګړې په دوام راڅرخي. دا بس ډیر واضح دی. تاسو دیوید پیچیز خبرې اوریدلې؟ هغه وایي چې موږ باید د لسګونو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شو، ځکه افغانستان په سیمه کې زموږ د اهدافو لپاره مهم دی. په دې اساس د جګړې دوام په افغانستان کې دایمي حضور د امریکایانو اساسي تګلاره ده او د دغې تګلارې لپاره کار کوي. زموږ لپاره پس افغانستان میتونه سود ببره؟ نه، په دې شر کې د خیر لټول یعنی ناشونی کار دی. په دې شر کې موږ خیر نشو لټولی. د امریکایانو هدف د جګړې دوام دی. جګړه په چا دوام کې؟ یو افغان به طالب وي، بل افغان به داعش وي، بل افغان به طالب وي، یو بل به سره وژنو، یو بل به بمونه اچوو. زه به د روسیې نه وسلې اخلم، ته به د امریکایانو نه وسلې اخلې، یو بل سره وژنو. دا لاره نه ده. راځئ ودرېږو، افغانان یو بل ته لاسونه ورکړو، پرېږدو چې موږ د کومې ژبې، کوم قوم، د کوم فکر کسان یو، یو بل ته لاسونه ورکړو، د امریکایانو د اساسي اهدافو پر وړاندې ودرېږو او پرې نږدو چې افغانستان د امریکایانو د جګړې په ډګر بدل شي. پرې نږدو چې افغانستان امریکا په دویمه سوریه بدل کړي. دا بس ډېر زیات جدي دی. که کله د افغانستان خاوره د روسیانو پر ضد کارول کېږي، د منځنۍ اسیا د هېوادونو پر ضد کارول کېږي، د چین پر ضد کارول کېږي، د ایران پر ضد کارول کېږي، هغوی هم لاس تر زنې نه کښېني. د سوریې په شان امریکایان بم راځي بمباری بکوي، روسان بم راځي بمبار بکوي، ترکان بم عملیات کوي، افغانستان کې به ایران بم راځي عملیات کوي، همدا اوس دا کار کوي. پاکستانیان ایسای خاص له وړاندې لګیا دی، روسان بم راځي، امریکایان بم لګي. موږ به د ځمکې او هوا له لارې له وحشت سره مخ وو. نو له دې وحشت نه د خلاصون لپاره راځئ ودرېږو. امریکایانو ته نه ووایو، ورته ووایو چې ستاسو خیر نه، موږ تیر هغه پیسې چې موږ ته د جنګ لپاره راکوئ هغه هم نه دي په کار. موږ جنګ نه کوو. کله چې پیسې د جنګ لپاره راکوي، کله چې سرتیري د جنګ لپاره رالیږي یا د زموږ د ځواکونو د روزل لپاره، موږ پیسې د څه لپاره غواړو؟ د جنګ لپاره. ځواکونه د څه لپاره روزل کېږي؟ د جنګ لپاره. کله چې موږ جنګ ونه لرو، بیا د شانتۍ څه اړتیا نشته. په دې اساس زموږ اساسي کار باید دا وي چې یو بل ته لاسونه ورکړو، پرېږدو. په افغانانو کې مرتد نشته، په افغانانو کې موږ یو بل باید تکفیر نه کړو. ټول ورونه یو، ټول افغانان یو، یو بل ته لاسونه ورکړو، افغانستان له جنګ څخه خلاص. تشکر جناب بیژنپور. با توجه به اینکه فعلا امریکا در اینجا حضور داره و دوست استراتژیک افغانستان است و پیش از این هم روس‌ها بودن، فکر میکنین خیلی کوتاه برام بگین، فکر میکنین که اگر ما این بار در مقابل امریکا استاد شویم میتونیم به صلح برسیم؟ ما پیمان استراتژیک داشتیم که خسارش خیلی بحث کردیم و یک فرصت کلان به خاطر او به وجود آمد. متاسفانه بر پایه او هیچ عمل صورت نگرفت و او نسخه نجات نشد. بنابراین ما فرمایشات استاد را تایید میکنیم که بخشی از مسائل ما همین است که آمریکا یا باید مشخص کنند مسئله را، یا باید میدان را ترک بکنند. میدانداری و بعد مصروف کردن درست نیست، واجب نیست. برای مردم افغانستان بسیار تاوان داره. مردم افغانستان این شجاعت را دارن که روحیه جنگ پایین بیارن و بعد مسئله سازش و گپا را بیشتر کن. اما این مربوط به یک نظام میشه که اون نظام باید مصلحت ملی را. خیلی زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. سپاسگزارم از شما.